شیخ میسم الزیدی فرماندهی لشکر رزمی العباس علیه السلام یکی از تشکیلات هشت و شبی در بیانیه اعلام کرد پیشبینی می شود تعداد زایران آستانهای مقدس حسینی و عباسی در ماهای محرم و سفر افزایش یابد و امسال بیشتر از سال گذشته باشد به افزود نیروهای وابسته به آستانهای مقدس عباسی و حسینی در کنار نیروهای امنیتی برای حفاظت از زایران آمادگی کامل دارند و با تدوین طرحهای امنیتی و ارائه روشهای جدید تلاش خود را برای خدمات رسانی به کار خواهند بست. به افزود نیروهای عتبات آلیات در قبال میلیون ها زائر مسئولیت بزرگ و اساسی دارند و وظیفه اصلی آنها حفاظت از عتبات آلیات و دفع آسیب و خطر هاست به تاکید کرد نیروهای ما اما از لشکر رزمندگی العباس و یا لشکر امام علی علیه السلام واقع در سحن متحر در نجف اشرف نیز مستقر خواهند بود. بر اساس گزارش ها میلیون ها زائر از استان ها و خارج عراق در ماه محرم و اربعین به کربلای معلا می آیند و ما برای تأمین امنیت زائران با مقامات رسمی مربوطه در ارتباط خواهیم بود و همکاری های لازم را انجام می دهیم. الزیدی افزود وظایف لشکر رزمی العباس کنترل چهار محور شهر مقدس کربلا از مرزهای اداری شهر و تا مرکز شهر است با وجود آنکه در زل غربی زائران حضور ندارند ما امنیت این اماکن را نیز تحت نظر داریم الزیدی درباره هماهنگی با نیروهای امنیتی گفت هماهنگی در سطح عالی همه ساله از طریق نشست یک پارچه با فرماندهی عملیات کربلای مقدس برگزار خواهد شد به افزود نیروهای امنیتی در تمامی بخشهای زمینی دریایی و هوایی کار حفاظت از زائران را بر عهده دارند او ادامه داد امسال با توجه به اینکه اربعین در فصل تابستان و بسیار گرم است نیاز به حمل یخ و آب برای زائرین در سفر وجود دارد با همکاری نیکوکاران کار حمل یخ و آب صورت می گیرد همچنین تلاش می شود وضعیت بیماران دیابتی را در مسیر برای ارائه خدمات رسانی در نظر بگیریم